دوستان عزیز درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و شاداب و سرحال باشید. امروز میخوایم یه کوکتلی بزنیم که شاید قدیمی ترین کوکتل ایران باشه، یعنی کوکتلی که نسل قبل از ما میزدن. منظورم اون نسلیه که سال 57 یهو ریختن بیرون و باعث بدبختی خودشون و مملکت و ما و نسل‌های بعد از ما شدن. این صحبت زمانی است که نه کوکتل پینیا کولادای وجود داشت، نه مارگاریتای بود و نه خاک برسری آن دی بیچ. امروز میخوایم عرق سگی با دوغ آبلی بزنیم و ببینیم چه جوری در میاد. این بطری عرق سگی هم نظر دوست عزیزم آرش جانه که به امامزاده علی مونترال تقدیم کردن و امروز میزنیم که ایشون هم به خواستشون برسن. موادی که برای این کوکتل لازم داریم الحمدلله در همه جای کانادا موجوده. این بطری عرق سگی محصول شرکت پرژن امپایر هست که در کانادا موجوده. دوغ آبلی هم که الحمدلله همه فروشگاه ایرانی دارن، بقیهش هم دیگه همه جا هست. نحوه درست کردن این کوکتل هم خیلی آسونه. عرق سگی به هر مقداری که دوست داریم پیمانه میکنیم میریزیم. بعدش برای اینکه یه مقدار طعمش عوض بشه من یه مقدار آب خیار بهش اضافه میکنم. بعدش هم دوغ رو میزنیم روش تا اونجایی که دوست داشتیم دیگه، با یخ هم میزنیم و که دیگه خنک باشه. نکته که خیلی مهمه اینه که در غرب معمولا کسی اعتقادی به طبع سرد و گرم غذاها نداره، اصلا براشون مفهوم نیست، هرچی توضیح میدی نمیفهمن. در نتیجه ما امروز همه چیزای سردی رو که اینجا داریم، یعنی عرق و دوغ و آبلی و آب خیار، هر سه سردی حساب میشه و اینا رو اگه با هم بزنیم ممکنه سکته ناقص بزنیم. در نتیجه برای اینکه تعادل برقرار بشه یه ذره یه نیم شاتی از این عرق نعنا میزنیم که طعمش گرمه، همچنین در کنار یه ذره نعنای خشک و پسته و بادوم و اینا رو میزنیم دیگه که تعادل برقرار بشه. در ضمن برای سبابش هم از این آجیر مشکل‌گشا استفاده می‌کنیم که دیگه هم خدا راضی باشه هم بنده خدا. پس بریم با هم روش تهیه عرق سگی با دوغ آبلی رو ببینیم. خب بریم عرق سگی رو سرو کنیم. هر کسی به مقداری که خودش دوست داره میزنه دیگه. ما اینجا دو پیچ میزنیم و ببینیم چجوری میشه. شما اگه دوست داری سبک‌تر بزنی بلکه سبک‌تر بزنی. این آب خیار هم میزنیم روش که یه طعمی بهش بده و دیگه خیلی بدمزه نباشه. یه یخ انفجاری هم توش بزنیم، نارنجکی. این هم یخمون. یه ذره عرق نعنا میزنیم. باقیشو دیگه با دوغ آبلی پر میکنه. یه ذره پودر نعنا روش میزنیم. به میل خودمونه دیگه، هر کاری دلمون میخواد میکنیم. اینم چیزیه که آماده شده دوستان. سلامتی همگی، سلامتی جمع. دوستان درباره طعم و مزه این بگم، ترجیحاً دوغشو بیشتر بریزین که طعم دوغ به همه چیزهای دیگه غالب تر باشه. به هر حال اینم یک کوکتل قدیمی بوده، من دوست داشتم اینو امتحان کنم، همیشه شنیده بودم داستانشو ولی هیچ وقت امتحان نکردم. این چیزا سلیقه‌ای است دیگه، ممکنه که دوست داشته باشه که دوست نداشته باشه. بالاخره به یه بار امتحان کردنش می‌ارزه. امیدوارم همیشه شاد باشین و سلامت.